روز سهشنبه رژیم چهاردهمین جلسه دادگاه خودش علیه مجاهدین رو تشکیل داد در رابطه با اینکه چرا رژیم دست به این اقدام میزنه یک سوالاتی مطرحه که برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای صلاح های نژاد آقای عبدالله نژاد تشکر میکنیم از حضورتون در روزنگاه با تشکر از شما به روز عزیز که این فرصت دادید و با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی یک بار دیگه بحث این دادگاه رژیم هست و سوالات و چرایی های مختلف بهم. که یک نفرم تحت عنوان وکیل شاکیان آوردن که علیه مجاهدین نکاتی رو بگه که ظاهرا بیشتر به ضرر خود رژیمه بهم. خب سوال ما اینه که هدفش از این کار چیه؟ اگه ممکنه کمی توضیح بدید میدونید که رژیم این دادگاه رو که تشکیل داده نشون در واقع بمبست رژیمه که تلاش میکنه یک جوری خودشو از مخمسه مختلفی که توش گرفتار شده به نحوی از آنها در ببره من. مثلا تو حسابش بگو الان یکی از چیزایی که خامنه ای برای رژیم مشخص کرده بود جهاد تبین بود الان میگن یکی از ماموریت این دادگاه جهاد تبین برای روشنگری علیه مجاهدین خلق ولی وقتی که ریز میشیم و نکاتی که توش مطرح میشه عملا میبینیم که علیه رژیم و به نفع سازمان مجاهدین خلق تموم میشه تو این رابطه که البته بگذاریم از اینکه خود خمینی خب از سال 60 اعدام مجاهدین شروع کرد و در سال 67 هم که اصلا رسما حکم اعدام داد گفت هر کسی بر سر موضع باشه حتی اگه محکومیت هم گرفته باشه تو زندان اینا رو اعدام کنن و در سال 67 شاهد بودیم که سی هزار نفر از مجاهدین سربدار شدند که همین رئیسی جلاد به حلاکت رسیده یکی از عواملش بود عوامل مستقیمش و همچنین پور محمدی که الان کاندید ریاست جمهوری رژیم یکی از عوامل و دستان در کاران این اعدامها بودن تو همین رابطه بنابراین خیلی مسخره به نظر میرسه که الان بیان یک دادگاهی تشکیل بدن برای مجاهدینی که همون موقع حکمشون صادر شده از طرف رژیم اصلا نفس این که طرف سر موضع باشه یک هوادار دیگه خمینی رسما گفته بود که اصلا معطل نکنید و اعدام بکنید بنابراین خب واقعا این دادگاه خیلی مسخره به نظر میرسه حالا هر حرفی هم تو همین رابطه میزنند نه که مبناش و پایش مسخره است این حرف و ادعایی هم که میکنن باز مسخره تر به نظر میرسه و اینو خود مردم هم خب خیلی واضح در جریان همه مجاهدین رو میشناسند و میدونن که چه سابقه ای داشتن چه پروسه ای طی کردن تا به این نقطه رسیده حالا این به اصطلاح وکیل شکات که اومده به اصطلاح به نفع شاکیا صحبت کنه و علیه مجاهدین ببینید یک سری نکاتی همین تو همین سه شنبه گذشته مطرح کرده بود همونطور که خودتون اشاره کردید عملا به نفع مجاهدین مثلا گفته که در لابلای حرفاش گفته که اینا تلویزیون ماهواره 24 ساعته دارند و تبلیغات خیلی گسترده دارند یا مثلا نوشته اینا تشکیلات پیچیده دارند که خب منظورش تشکیلات پولادین و که رژیم خیلی تلاش کرده مثلا ضربه بزنه نابود کنه ولی خب هر روز مستحکمتر و پولادینتر میشه حالا میگه تشکیلات پیچیده یا میگه الان اینا جذب نیرو دارن حرفش هم نیست که قبلا داشتن میگه دارند یعنی این فعل به بعد میگه کمک مالی جمع میکنن که خب از یک طرف رژیم کلی ادعا داشت سر کمک های مالی مجاهدین مجاهدین مالیشون از کجاست اینا ولی اینجا تو لابلای حرفای این وکیل شکات ثابت میشه که پس پایگاه و منبع اصلی تأمین مالی مجاهدین همین مردم و هوادارانشون در داخل ایران هستند یعنی منظور اینه که تمام صحبت هایی که میکرد در واقع بیشتر قدرت و پایگاه و جایگاه مجاهدین خلق نشون میده تا اینکه بخواد علیه مجاهدین یک افشاگری مثلا بکنه به همین دلیل بود که مدتی قبل حداد حد عادل توی صحبتاش گفته بود که جامعه به جانب افکار مجاهدین خلق داره سمت میگیره و حرفایی که میزنن خلاصه خیلی تلاش میکنن که به نفع مجاهدین تموم نشه ولی هر کاری میکنن هر جوری میچرخونن باز به نفع مجاهدین تموم میشه خب آقای عبدالنجاد این ابهام پیش میاد که شما گفتین خب بسیاری از صحبت های این وکیل شاکیان یا به قول شما وکیل شکات بله. نکات مثبت مجاهدین رو داشته برمیشمرده بله. خب اگر اینطوره پس چرا رژیم اصلا وارد این موضوع میشه چرا دادگاه تشکیل میده خب به دلیل خطری که الان تو جامعه احساس میکنه من یه اشاره کردم که خامنه گفته بود تبین کنید جای ظالم و مظلوم عوض شده و نمیدونم جای فلان و جلاد و شهید و فلان خیلی تلاش کردن که اینو وارونه جلو بدن ولی در عمل میبینیم هر جور که میرن تو باطلاق گیر کردن هر چی دست پا میزنن بیشتر فرو میرن الان همین چند روز پیش اینکه میگم جامعه انفجاری و احساس خطر میکنن تا حالا همیشه ما میگفتیم جامعه انفجاری بشکه باروت نمیدونم از این حرفا الان خود کارشناسا و رژیم توی رسانای خود رژیم مثلا این یک فردی به نام مسعود رضایی که به اصطلاح و پژوهشگر تاریخی همین رژیمه یه مصاحبه کرده بود با تلویزیون مستند رژیم ببینید تو جملهش چی گفته گفته که الان جامعه در معرض یک آتش فشانه جامعه در معرض یک انفجاره بعد گفته که اینا ممکنه ایجاد بلوا و آشوب و درگیری بکنن الان قیام و اسمشو گذاشتن بلوا و آشوب و درگیری و اینا بعد گفته که وضعیت به به شدت به سمت التهاب پیش میره و مثل یک بشکه بارود میمونه و یک جرقه میتونه اینو منفجر بکنه پس ببین این حرف خودشونه توی تلویزیون خودشون به دلیل و اینکه وضعیت جامعه و این وضعیت انفجاری بسیار واقعی و بسیار جدیه و خامنه ای خیلی تلاش میکنه که خلاصه اینو ببینه چطوری ازش بگذره ولی عملا داریم میبینیم که نمیتونه از یک طرف یک ضربه استراتژیک کلان ضربه استراتژیک خورد این جلاد 67 ابراهیم رئیسی که به هلاکت رسید عمل هم باعث شد که تمام سرمایه گذاری 5 سال گذشته خامنه ای برباد بره چون روش حساب کرده بود که یک دوره دیگه هم ریاست جمهوری رو اون انجام میده و به اصطلاح تلاطم زیاد به وجود نمیاد الان میبینیم که یک انتخابات زودرس هم رو دست رژیم گذاشت دیگه هلاکت رئیسی حالا این انتخابات به انتخابات یا به قول رهبر مقاومت ایران این فکاهی در واقع چون اینقدر وضعیت رژیم خرابه و اینقدر تزلزل و تشتت هست که حتی رئیس جمهور قبلیشو حذف میکنه رئیس مجلس قبلیشو حذف میکنه نمیدونم وزراشو همه یکی یکی رد صلاحیت میکنه تا اینکه رسیدیم به وضعیت امروز دیدیم که لاریجانی و همه اینا رو هم دور قبل حذف کرده بود هم این دور حذف کرد و این وضعیتی که الان براش پیش اومده و ضمن از اون طرف ما در یک کهکشان هم هستیم کهکشان مقاومت ایران که روز 9 تیر در برلین برگزار میشه که رژیم هم در همین رابطه هم در واقع ابراز وحشت میکنه و دست به اقدامات عجیب و غریبی تو این روزها هم شاهد بودیم که میزنه ولی عملا میبینیم که نمیتونه در مقابل پیشرفت مقاومت ایران کاری بکنه ضمن اینکه همزمان با همه اینا شاهد گسترش عملیات کانونای شورشی هم هستیم که الان طبق آخرین آماری که هست که از 15 هزار عملیات و پراتیک گذشته تا همه الان که مطمئنا از این هم بیشتر خواهد شد اینقدر این مسئله چشم گیره که فردی مثل بروس مکولم یک مقاله نوشته بود توی سایت تاونال گفته بود که درگیری بین مقامات رژیم و مردم ایران و در رس چون کانونای شورشی بسیار جدیه و این رژیم هر چقدر سرکوب میکنه باز این اقدامات کانونای شورشی مجایدین خلق بیشتر گسترش پیدا میکنه تو همین رابطه بعد گفته بود که زمنان کانونای شورشی هم واقعی که رکورد زدن همین که گفتم پونزده هزار پراتیک و عمل اونم در شرایط اختناق مطلق نمیدونم انبوه دوربینا کار گذاشتن نمیدونم نیروهای گشت و ارشاد و اینا رو به اصطلاح وارد صحنه کردن ولی علا رغم همه اینا میبینیم این عملیات های درخشان و پراتیک های بسیار جالب داره انجام میشه و از اون طرف میزان شکنندگی و ضرب پذیری رژیم رو نشون میده از اون طرف خب واقعیت دین ما در مرحله انقلاب دموکراتیک هستیم از اونجایی که رژیم فقط با سرکوب اوریان داره کارش پیش میبره پس کامنای شورشی نشون دادن که تنها جواب این رژیم آتشه یعنی آتش در واقع جواب آتش و اینه که راه رو باز میکنه نکته مهم دیگه این اعتراضات مردمی و عملیاتهای های شورشی در واقع دروی یک سکه و مکمل هم هستند روی همدیگه تاثیر متقابل دارن و راه همدیگه رو باز میکنند و راه قیام و انقلاب را در واقع هموار میکنند و اون قیام در تقدیر به دلیل مجموع این توضیحاتی که دادم شرایطی که هست وضعیت رژیم بونبستش بله. خب بسیار چشمگیر و در در واقع در انتظار هستیم که یک همچون قیامی صورت بگیره در شرایط کنونی شرایط بسیار آماده است بله با تشکر آقای عبدالله و براتون آرزوی موفقیت دارم متشکرم از